دوباره خوش آمدین دوستان عزیز، با شما هستیم از ادامه برنامه عصر حریوا. تشکر از اینکه همچنان بیننده برنامه عصر حریوا هستین. در حال حاضر مهمان داریم جناب آقای مصطفی عمر، قهرمان رشته بوکس، در برنامه امروز با ما هستن. میخواییم در ارتباط به دستاوردهای ورزشی، پلانها و برنامه هایی که در آینده در قسمت ورزش دارن، تمرینات ورزشیشان صحبت هایی خواهند داشت. این بخش برنامه با ما همراه باشین. جناب آقای عمر سلام بر شما، خیلی خوش آمده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و نام یاد خدا مصطفی عمر هستم، یک تن از بوکسران منتخب تیم ولایت اوراد و همچنان عضو کلف مشتنی آریان. بسیار تشکر از حضور شما جناب آقای عمر. مدت چند سال میشه که وارد عرصه ورزش و خصوصا رشته بوکس شده؟ تقریبا 3 سال میشه که من رشته بوکسر تحت نظر رئیس فدراسیون بوکس ولایت اوراد استاد عبدالله جان فروتن ایدری میشه که من پیش اینا تمرین دارم. بسیار عالی. چی شد که شما وارد عرصه ورزش شدین؟ قبلا علاقه داشتین یا نه خود به خود رفتین بعدا علاقه مند شدین؟ من از خورتکی تن امید و آرزوی که دیشتم امی ورزش بده علاقه بسیار زیاد داشتم و فعلا هم دارم. می علاقه من باعث شد که به رشته رو بیارم. بسیاره. و همین علاقه شما و پشتکار شما باعث کسب کردن همچین افتخارات و مدال ها و کاپ هایی شد که امروز در برنامه مشاهده میکنین. در طول این مدت چی مسابقه های اشتراک کردین و چه مقام های کسب کردین؟ در این مدت که من رشته بوکس پیش میبرم مسابقات منتخب ولایت اوراد بوده اشتراک کردم و یک رکورد پروفشنال هم دارم، تیم ملی افغانستان هم اشتراک کردم و همچنان با تیم افغان ها مقیم ایران بودم، مهاجرین ایران که اونا آمدن به اوراد به اونجا هم اشتراک داشت. بسیار عالی. هدف و پلان شما چی بود که امروز شما تونستین به این درجه و به این مقام برسین؟ چقدر در راه رسیدن به زی هدف خود شما زحمت کشیدین؟ اول خو خواست خدا بوده، دوم منم تمرین زیاد داشتم، تشویق و حمایت دوستا بوده، تشویق فامیل بوده، حمایت استاد ما بوده. ما اغزر پیش آمدیم، علاقه شوق زیادی داشتم، هدف من بالای خواست الله باشه، میخواییم مسابقات پیرمرزی هم اشتراک کنیم. بسیار عالی. روزانه چقدر وقت در برای تمرین خود اختصاص میدادین و از چه کارهای گذاشتین به خاطر تمرین خود؟ از چه برنامه ها، از چه محافل گذاشتین فقط وقت خود در اختصاص دادین برای تمرین ورزش؟ ورزش ما تقسیم اوقات داریم، نزدیک مسابقات که میشه ما روزانه تمرین داریم، بعد از مسابقات مدت کم استراحت داریم و پیش از مسابقات که هست روزانه تمرین هر روز دوام داره، روز 1.5 ساعت الا 2 ساعت. و ما دیگه چیز در نسبت به این ورزش خود چی بگم ایتا برابر نکردیم. بله، فقط هدف فقط شما هدف ما ورزش بوده، هر پلان دیگه که دیشتیم تایم تمرین ما که میشد می آمدیم تمرین. بسیار عالی. در ارتباط به این کاپ ها و مدال هایی که روی میز اگر صحبت بکنین، مربوط به کدام دوره ها میشه، مربوط به چی مسابقات میشه و از کدام زمان؟ مسابقه این کاپ اول که هست، بله. این مسابقات جام صلح بوده سال 1399. بله. به این مسابقات هم مقام اول کسب کردم، هم بهترین بوکسر سال شناخته شدم. این کاپ اول که به این گوش کردیشته این مسابقات پروفیشناله. بله. که به زور ما این کاپ تانستم از خود کنم. این کاپ که به وسط کاپ کلان است، در بین مسابقات در 3 کتگوری مسابقات بود، جوانان، نوجوانان، بزرگسالان. و نوجوانان کلاب ما مقام اول از آن خود کرد که با استاد مای کلاب ما مدال. بسیار عالی. و مدال ها هم مربوط به مدال ها هم مربوط به مسابقات میشه. یک مدال نقره است از مسابقات تیم ملی که از هم ورزشتر اونه که تانستم نایب قهرمان شیم. مدال ها دیگه هم که هست از ولایت اوراد. بسیار عالی. جناب آقای عمر، در راه رسیدن به هدف و هدف شما ورزش بوده، چقدر سخت گوش بودین، چقدر زحمت کشیدین
اگر بیشتر صحبت بکنین و اینکه بیشتر چه کسی مشوق شما بوده، چه کسی بیشتر به شما انگیزه میداده؟ هدف ما خود بیشتر هم گفتم هدف ما بالای اگه خواست خدا باشد پلانای زیادی داریم، ما تمرین زیاد کردیم به هدف رسیدیم، حمایت تشویق فامیل بده به خصوص استاد ما بده، خداوند به زینا عمر طولانی نصیب کنه، بسیار زحمت کشیدن از هر لازم ما حمایت کردم حمایت میکنم، ما صبح بده چاش بده 12 بجه چاش بده ما میرفتیم دویش بکنه وردی کوه تخت سفر 12 بجه چاش ما میرفتیم تمرین میکردیم، بعد از باز شم تمرین داشتیم، روزانه صبح تمرین داشتیم، صبح از کلاب ما با سر خوجه صاحب الا پل پشت ما دویش داشتیم و این همه حمایت استاد ما بده مدین زمات اینا هستیم، خدا هم نور طولانی نصیبشون بسیار عالی. جناب آقای عمر، از جمله بهترین خاطرات خود در طول این مدت که شما تمرین ورزشی داشتین، مسابقات اشتراک کردین، اگر بیان کنین بسیار خوب. خاطرات که همه خاطرات این خاطرات خوشی بده خاطرات تلخ هم بده بین از اینا، فعلا بهترین خاطرات ما که بده مسابقات پروفشنال بده، چون تعریف ما مسابقین خیلی بود، سن نام بالاتر بود، خواست خدا بود تانستیم شکست بدیم، بیترین خاطر دوران بوکس ما. بسیار عالی، انشالله که از این خاطرات خوب بیشتر اتفاق بفته، برای شما بتونین همچنان عالی و درخشین. جناب آقای عمر، برای که در یک راه بتونیم موفق باشیم، به نظر شما مهمترین موضوع و مهمترین کار در اون قسمت چی میتونه باشه؟ هدف و پشت کار. بله، پشت کار که دیشته بشی به هدف رو میرسی انشالله، اگه پشت کار ندیشته بشی نمیرسی. بله، پس هدف بسیار مهمه، مهمه بله. که تعیین باشه با کجا میخوایم بله. برسیم، هدف نداشته باشیم هدف دیگه نداشته مسیر بشی. اینه که پیش بریم. امروز میبینیم متاسفانه بعضی از جوانان رو یاوردن به مواد مخدر، اعتیاد، خود از این بله. نگران کننده و تاسف باره. ورزش چقدر میتونه کمک کننده باشه در راه دوری یک جامعه از مواد مخدر؟ ورزش 100% میتونه از این را دور نگاه داره. به خاطر چی؟ به خاطر که ورزش ضامن سلامتی خود شخص میباشه. بله. و اگر کسی که ورزش کنه اصلا به این رویا و به این مثلا پیش نمیره. اولا خودم شکر الحمدلله بسیار پاکم از این لاسا کرده. و این تنها دلیلی هم ورزش بده که ما از این را داریم. دقیقا، همو تایم ورزشی و همو تمرین ورزشی باعث میشه که شما این دیگه وقت فراغت نداشته باشیم بله. که بریم دنبال همچین کارهای منفی، کارهای خلاف. بله. و ای خود از این برمگرده، فکر کنم به خانواده هم تا حدودی برمگرده، این که چقدر فرزندان خود را حمایت میکنن و تشویق بله. میکنن در راه های مثبت. بله. خانواده اگر مثال بزنین، یک خانواده چقدر میتونه تأثیر گذار باشه بر روی آینده فرزند خود؟ در قدم اول خود خانواده و فامیل تأثیر گذار بله شخص میباشد، اگر اما خود من شخصا به می رشته رو آوردم، اگر فامیل مرد تشویق و حمایت نمی کردن به اینجی نمی رسید. بله، فامیل خیلی مهمه، در قدم اول فامیل آدم که باید در این هدف آدم رضایت داشته باشه و حمایت کنه. دقیقا بله. پس مشوق نقش بسیار مهمه داره، اگر بله. کسی نباشه تشویق کنه، پس میشه گفت انگیزه خود به خود به وجود نمیاد. نمیاد، انگیزه آدم صفر. بله. آقای عمر، در سلامتی ذهن و روح و تمرکز خود شما چقدر نقش داشته ورزش؟ مثلا بعضی مفهوما بعضی امکان داره در دروس مکتب و یا هم بعضی مطالعات بیرونی، تمرکز شما چقدر بالا برده ورزش؟ رشته ما که هست بوکسه، بوکس هم که هست یک رشته فکریه، باید به فکر رشته پیش ببری و ای بله خودم شخصا تاثیر زیادی داشته و از هر لازه تاثیر بالا. بله، پس بر روی دقت و قوه تمرکز میتونه نقش عمده ای داشته باشه بله. ورزش. معمولا شده تال دوستان شما وقت شما دیده باشن اینقدر پیشرفت کردین در عرصه ورزش، اونا هم خود به خود علاقه مند ورزش بشن، بیاین پیش شما بگن که ما هم میخوایم ورزش رو شروع بکنن یا نه؟ بله خیلی.
این همچین اتفاقات اتفاقاتی خیلی افتاده؟ رخ داده، بله بله. بسیار زیاد. فکر میکنین اگر در هر جامعه، در هر منطقه، بین هر دوست همچین اشخاصی باشن که در راه های مثبت قدم بردارن، او جامعه دیگر خود به خود رو به پیشرفت و دوری از کارهای منفی میشه؟ بله نظر شما در این رابطه اگر بیان بکنین، نظر خود در دوستها، خصوصا برادران، اشخاصی که با اونا سر و کار دارین، در این مورد چقدر نقش دارن؟ اشخاصی که من با اینا سر کار دارم تقریبا 70-80% خود ورزشکارای هم دوستای هم و هم امی جامعه ما و شما که همچین اشخاص ورزشکار داره، باز اشخاص منفی کار هم داره. بله. بعد از این به خود آدم بستگی داره که دو را انتخاب کنی، هم او را هم ای را. بعد از این خود آدم بیشتر بستگی داره، دقیقا هر کدام را بخوای میتونی پیش ببری. بله. معمولا میگن ورزشکارا صبر و حوصله زیاده دارن، بله درسته؟ بله. خود شما اگر مثالی از خود بزنین، تالی شده مثلا در بزرگترین مشکل، بزرگترین اتفاق، باز هم خود در کنترل کرده باشین، خشم خود در نیست یک ورزشکار، غرور ورزشی باعث نشه که شما دست خدای نکرده به کار منفی بزنین، اتفاق افتاده تا دیگه؟ بله چرا، بسیار زیاد. اگر تعریف کنیم بسیار خوب میشه. معمولا خب جامعه ما شما جنگ بسیار زیاده، بله، بیوسلگی بایل لگپ به ویتجاد شکر کنترل کنیم، کنترل خوردیشتیم تو فعلا خوب. دقیقا همین موضوع گفتیم که زیادتر اتفاق میفته با اندکترین کار و اتفاق، خشم خود رو میگم کنترل کردن هم بهتریم. بعد از این که خدای نکرده دست به کار منفی میزنیم، وقت پشیمان میشیم، فایده داره؟ فایده نداره. میگن مشت بعد از پشیمانی تیری که راش دوباره گرفته نمیشه. دقیقا. پس چه خوبه که قبلا فکر کنیم. بله. آقای عمر، دوست داریم که در آینده در عرصه ورزش بزرگترین آرزویی که دارین، دوست دارین چیکاره بشین در عرصه ورزش؟ بزرگترین آرزوی ما فقط مسابقات المپیک. بسیار عالی. مسابقات المپیک یکم فقط کمربند خیلی علاقه داریم، خواست خدا باشه بلکه برسه کمربند WBC جهانی. بسیار عالی. تا این لحظه که خوب دروغ شدین، انشالله گفتین که هدف دارین و می هدف باعث میشه که شما بتونین به قله های بزرگ موفقیت برسین که انشالله دست یافتین. چی پیام، چی گفتنی، چی توصیه برای دوستانی که بیرن دستن همچنین مسئله های شما، برادران و جوانانی که برنامه اسرع ریوار تماشا میکنن، چی توصیه دارین برای اینا؟ توصیه ما فقط همینه که به ورزش رو بیارم، خوبه اگه وقت دارم روزی نیم ساعت وقت خور بگذارم، چون ورزش از دگر آدم دور نگاه میداره و گذشت زیاد داشته باشم. بله. گذشت بیترین چیز. صبر و حوصله داشته باشن. صبر و حوصله از هر لازم و هر حسابی. بخشش داشته باشن. بله. دقیقا. بسیار تشکر. خوشحال شدم از اینکه امروز در برنامه اصل ریوا با ما بودین. جناب آقای مصطفی عمر، قهرمان رشته بوکس، سپاس از شما. زنده باشه سرکار. بسیار تشکر از شما خوبانی که تا این لحظه برنامه اصل ریوا تماشا کردین. رسیدیم به پایان برنامه امروز. تا برنامه بعد، شما رو به خداوند یکتا و بی همتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.